دلیل انتخاب نظام ارزی شناور کنترل شده در افغانستان چیست؟ سیاست ارزی آکچن چقدر توانسته برای حفظ ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی کارا باشد و تأثیرات منفی آن کدام هاست؟ چقدر تلاش شده برای به میان آمدن حس مسئولیت سرمایه در بانک ها اعتماد سازی صورت گیرد؟ چرا با وجود تلاش ها کماکان پول خارجی در داد و ستد و مبادلات تجاری در سطوح مختلف در افغانستان کاربرد دارد؟ در کنار اینها وضعیت روابط بانکی افغانستان حالا چگونه هست با بانک های بزرگ جهان در حالتی که افغانستان حالا در لیست خاکستری FATF یا سازمان مبارزه با پولشویی هم قرار ندارد؟ اینها و بیشتر را در گفتگوی ویژه امشب تلویزیون یک از آقای خلیل صدیق رئیس افغانستان بانک مرکزی افغانستان میپرسیم. سلام با شما آقای صدیق، بسیار تشکر از اینکه فرصتتان را در اختیار ما گذاشتید. تشکر، سلام با شما و از طریق شما به همه بینندگانتان. بسیار تشکر. چرا بانک مرکزی افغانستان مستقل از سیاست‌های دوره‌ای دولت شما را میگن نتونسته باشه؟ ببینیم، اول ما باید تعریف بکنیم که استقلالیت بانک مرکزی یعنی چی و یک اصل است که در جهان ولی قبول شده. استقلالیت بانک مرکزی یعنی که بانک مرکزی در اتخاذ پالیسی های پولی، اسعاری و سایر پالیسی های خود کاملا مستقل است. هیچ نیروی دیگه از حکومت دو مداخله کرده نمیتونه، یعنی سیاست دیگه دخیل نیست. بانک مرکزی پالیسی های خود مطابق واقعیت های جامعه، واقعیت های اقتصادی کشور، واقعیت های پولی و اسعاری کشور اتخاذ میکنه و ارگانی که را تنظیم میکنه شورای عالی بانک و هیئت رهبری بانک است. حکومت و دولت دیگه هیچ مداخله نمیکنه. مفهوم استقلالیت بانک مرکزی اینمی است. ما خوشبختانه استقلالیت داریم. هیچ نوع مداخله در امور بانک در اتخاذ پالیسی ها و سیاست های روزمره یا طویل مدت و قصیر مدتش از طرف حکومت یا هیچ مرجع دیگه برای بانک دکته نشده و کاملا با ابتکار خود بانک، با تحلیل خود بانک و با مسئولیت خود بانک مرکزی اتخاذ شده. ولی نگاهی که در بیرون شکل گرفته ای است که بانک مرکزی کماکان وابسته به دولت است، اما در قسمت مثلا نشر پول مثال میتن و میگن که ممکن است در صورتی که بانک مرکزی وابسته باشد دلیل نشر پول مخارج دولت باشه به جای ای که نیاز بازار در نظر گرفته شود. ولی آن چه که شما گفتن اینطور نیست و بانک مرکزی تونسته که مستقل باشه. کاملا اول شک نیست که هر بانک مرکزی در کشور جز دولت است. خارج دولت نمیتونه باشه. استقلالیت مفهوم ازی است که ارگانهای دولتی و حکومتی اعمال نفوذ در اتخاذ سیاست ها نمیتونن بکنن. استقلالیت مفهومش اینی است که ما زو برخوردار هستیم. چیزی که در مارکت یا در بیرون آوازی ازی است که مسئله نشر پول، این کاملا نادرست است. افغانستان بانک از لحاظ قانون هیچ وقت نمیتونه و حق نداره که کسر بودجه را با نشر پول تمویل بکنه. بودجه افغانستان هر سال از پارلمان میگذره و پارلمان شاهد ازی است که هیچ نوع تمویل کسر بودجه از طریق بانک مرکزی مطرح نیست و نشر پول ما کاملا مطابق اقتضاعات و نیازمندی های اقتصادی کشور صورت میگیره، نه ای که بخاطر تمویل کسر بودجه. بودجه افغانستان تانسته متوازن باشه، اونا تانستن عواید رو دست بیارن تا مصارف شانه و مخارج شانه تکافو بکنن. بنان هیچ نوع تمویل کسی بودجه از طرف بانک مرکزی مطرح بحث نیست. و ما در مورد انتخاب نظام ارزی در کشور، از میان نظام های مختلف در کشور ما میبینیم که نظام ارزی نرخ های شناور کنترل شده انتخاب شده در وضعیتی که نرخ ثابت اسعار، نرخ های متعدد یا نظام و به علاوه نظام نرخ های شناور و امثال اینها وجود داره که این انتخاب شده. دلیل انتخاب این نوع نظام ارزی در کشور چی بوده؟ اول برای شما باید عرض بکنم که پالیسی بانک مرکزی یا افغانستان بانک و ایسی بانک مرکزی کشور به صورت قطعی نیست که نرخ اسعار فکس کنه یا تعیین کنه که مثلا اینی مبلغ باشه. این پالیسی ما نیست. در ارتباط از اینکه ما چرا از نرخ کنترل مدیریت شده شناور استفاده میکنیم، در جهان امروزی سه متد بر ازی وجود داره. یکی که کشوری که از یک نرخ تبادله فکس و تعیین شده تعقیب میکنه. دومی که شما بالکل آزاد بگذارید که هر چیزی که شد و بانک مرکزی هیچ نوع عکس عمل نداشته باشه به هر جایی که رفت. و سوم هم میگه که شما مدیریت میکنید.
نوع اولی که مرز کردم که قیمت فکس باشه، این بسیار قیمت تمام میشه برای یک جامعه، بخصوص شاید افغانستان. شما باید دائم دلار عرضه کنید در مارکت و مقصد شما ایست که شما فکس نگاه کنید. من پیش عرض کنم که منظور ما این است و این تا چی وقت شما دوام داده میتونید؟ یک زمان معین میتونید، وقت ذخایر شما خلاص شده باز شما این را ادامه داده نمیتونید. بنابراین این میتود قبول شده نیست دیگه، این را هیچ کشوری نمیکنه. میتود فعلی است که همون عرضه و تقاضا در نظر گرفته میشه. دومی که شما بگذارین بیخی آزاد، اگر این آزاد بگذارین این میتونه کجا بره؟ بنابراین پالیسی ما این است که ما منظور تعیین نرخ تبادله نیست، مگر هرگاه نوسانات بسیار و جامگسیخته و زیادی در بازار ایجاد شود که اون میتونه زندگی خصوصا قشر متوسط و غریب جامعه را صدمه بزنه، اون وقت است که بانک مرکزی یک مداخله میکنه، عرضه میکنه. این معمول در کل دنیا هست. یعنی ما از لیلام اسعار به حیث وسیله سیاست پولی استفاده میکنیم، نه به خاطر فکس کردن و تعیین کردن نرخ اسعار. چه موثریت این نظام ارزی دست کم تا حال داشته برای همین هدفی که شما مطرح کردین، با وجود انواع دیگه گونه های دیگه از نظام های ارزی که کماکان پافشاری برای باشه که این ادامه پیدا بکنه؟ و آیا قرار هست که در یک زمان طویل مدت دست کم همین نوع نظام ارزی کنترل شده یا مدیریت شده که شما ازش حرف زدن کمکان ادامه پیدا بکنه؟ ببینیم، ما فکر میکنم که این پالیسی که ما داریم میبره دائم خواهد بود، تایی که کدام الترناتیف و بدیل قبول شده جهانی که از این بهتر کار بکنه او بوجود بیاید. ببینین اصلا چرا نرخ اسعار زیاد تغییر میکنه در پالوی عوامل دیگه؟ هرگاه تناسب مقدار پول در اقتصاد بیشتر از حد معینی که ضرورت از برش باشه، نرخ‌ها کلی نرخ‌ها بلند میره، من جمله نرخ دلار یا نرخ اسعار. بنان ما که فروش اسعار را به وسیله پولی مثل بس قرار میدیم، یک از وسایلی که شما با فروش از این پول اضافی را از مارکت جمع میکنه. پول اضافی را از مارکت جمع کردن از یک طرف انفلاسیون مهار میکنه و از طرف دیگه مثلا نرخ اسعار هم نمیگذاره که از منطقه یا از حد منطقیش تجاوز زیاد بکنه. این اصل منطق در پشت از این که یا در قبال از این نمی هست. خب همین سیاست ارزی، سیاست ارزی آکشن یا پمپاژ دلار در بازار که اغلب صورت گرفته، احتمالا حالا هم هفته دو بار صورت میگیره که شما جزئیات ارائه خواد کردن. گفتم میشه که دست کم سال 1961 همین روش ادامه پیدا کرده و حالا که سال 2018 هست منتقدای زیادی داره، حتی بعضی از اقتصاددانا هم با بحثایی که تاثیرات منفی این بحث گفتم میشه اشاره میکنن و میگن که این نباید به عنوان یگانه روش و یگانه ابزار استفاده شود. چرا از آکشن به عنوان یگانه ابزار سیاست ارزی در کشور کماکان استفاده میشه؟ ببینم، بر شما عرض میکنم که ما کاملا موافق هستم که شما نباید با فروش اسعار به یک ابزار که نرخ تعیین کنین باشه. من پیشتر عرض کردم که هیچ پالیسی بانک مرکزی تعیین نرخ اسعار نیست، قطعا فقط مدیریت کردن ازی هست. ما وسیله دیگه هم داریم، ما عملا اسناد بهادار بانک مرکزی رو میفروشیم، امیار حدود 20 میلیارد بیلانس مازی هست. ما از دو وسیله دست داریم، یکی عرضه باند یا اسناد بهادار بانک مرکزی است سر بانک ها، و دیگه هم وقتی که پول در مارکت زیاد شوه شما با فروش اسعار، و این متد کل دنیا هست. این ابزارهای سیاست پولی فعلی، این ابزار سیاست پولی است، نه ابزار به خاطر کنترل اسعار. شما این را نمیتونید مردود بشمارید، در تمام دنیایی هست، در جهان پیشرفته هم است، در جهان عقب مانده هم است، در کشورهای همسایه هم است. یکی از انتقادهایی که وارد میشه این است که این را به عنوان یک دلیل کاهش صادرات مطرح میکنن، میگن که قیمت کالای صادراتی در خارج از کشور باعث میشه که در یک سطح باقی بمانه، در صورتی که دولت بارها تلاش میکنه که مدیریت بکنه در مواقع ضروری، حالا که هفته دو بار این کار انجام میشه و احتمالاً هفته یک بار لیلام از اون اوراق بهادار صورت میگیره با بانک های تجارتی، و این میتونه ساحه رقابت صادر کنندگان را در خارج از کشور محدود بکنه. یکی از نقد ها همین است. مثلا ببینید، ما کاملا مشکل ما در صادرات نرخ اسعار ما نیست، مشکل ما در صادرات تولید داخلی است. ما هنوز بنا به عوامل مختلفی که در کشور وجود داره، مسئله امنیت است، ممکن مسئله فساد است و عدم اطمینان است، تولید داخلی ما محدود است. شما فکر کنین کشوری که ممکن مطابق اسناد یا ارقام رسمی
حدود 700 تا 800 میلیون دلار شما صادرات دارین. اقلام اکثرا عنعنوی هست. میوه تازه، میوه خوش، قالین، نمیفهم بعضی اقلام دیگه. در حالی که مقابل شما حدود 7 تا 8 میلیارد واردات دارین. بنابراین یک خلای بسیار بزرگ تجارت یا کسر وسیع تجارت وجود داره. این هم یکی از عوامل است که شما نمیتونین از ثبات نرخ اسعار صحبت بکنید. به خاطر اینکه تقاضا بر اسعار به مراتب بالاتر از عرضه اسعار است که طریق صادرات به. بنابراین مکانی با شما موافق هستم، اگر ما صادرات زیاد می‌داشتیم بنابراین سیستم نرخ کالا است که یک وقتی که نرخ افغانی چی میشه این خوب بود، تشویق میکرد، اما ما به او اندازه نداریم که معیارهای بسیار وسیع دیگه باید گرفته شود که حالا واقعا حکومت سرزی دولت کار میکنه سر از اینکه چطور تولید داخلی را زیاد بسازه، چطور بتونه افغانستان را به طرف یک کشور نه وارد کنه بلکه صادر کننده. اما این تمام اقدامات یک کمی زمانگیر است، در یک روز نمیشه. بله، همین سیاست ارزی در کشور شما رو میگن باعث نشده که مثلا میزان تورم پایین بیه. همین چند پیش خود شما هم صحبت کردین در مورد تورم در سال 1396، سال مالی 1396 که 2017 را شکل میده که 3.7 درصد هست. یعنی شما رو میگن که همین باعث نشده که میزان تورم مثلا صفر باشه. ببینید شما هیچ کشور شما در جهان با تورم صفر نمیبینید. اگر کم نزدیک به صفر میبینید هیچ امکان نداره. شما حتی در کشورهای پیشرفته هم از 2.5% هیچ کم نیست. شما کشورهای همسایه ما رو ببینید، هر کدومش 7% 8% تا 10% است. در حال پروبلمایی که افغانستان داره کشورهای همسایه ما نداره. بنابراین ما از دو لحاظ در بهترین وضع قرار داریم. یک، انفلاسیون 3% یک کشوری که ما در این حالت هستیم صفر است. بسیار این مورد تایید تمام اعتماد جامعه بین المللی قرار گرفته که شما چطور تانستین در این حالت با 3% یکی از موفقیت های بزرگ بانک مرکزی است که با تمام دشواری ها تانسته سطح انفلاسیون رو در 3% دیوا بکنه. یک موضوعی که بسیار واهبت برای ما است و ما فکر می کنم که موفقیت بیشتر شما نمیتونید داشته باشید در این کشور. در حالی که و از طرف دیگه یک چیز دیگه هم که نرخ اسعار شما ولی ببینید به این حالت 69 40 69 50 افغانی یک دلار است. امیالی 116-117 کلدار پاکستانی یک دلار است. حدود 5000 تومان یک دلار است. در حالی که دو کشور پرابلمای ما نداره. بنان ارزش پول ما در برابر اسعار خارجی خوبتر از به تناسب کشورهای همسایه. بنان پول ما بیشتر مورد اعتماد بتانه قرار بگیره تا پول کشورهای همسایه. یک دیدگاهی را که شما را دیگه از اقتصاد را مطرح میکنن، مثلا رشد اقتصادی کشور هم مثلا پایین تر از 4% بود آنچه که آمارهای رسمی نشان میده و در صورتی که تورم هم در همین حد و حدود باشه، خب 3.7 یا نزدیک به 4 که سال قبل تر از او 4.6 ما میزان تورم داشتیم، این نشان دهنده یک رشد اقتصادی تصنعی در کشور است. نه، تصنعی نمیگه، منفی است. ایش چکلیست. اگر شما انفلاسیون هر چی دارین، اگر سطح رشد از انفلاسیون پایین تر است، بنابراین در اصل شما اگر رشد منفی بهترین یا رشد کافی نیست و اگر هر چی بالاتر باشه مفید است. متوجه باشین که وظیفه بانک مرکزی تأمین رشد اقتصادی نیست. این وظیفه ما نیست. وظیفه ما ثبات نرخ یا انفلاسیون یا کنترل انفلاسیون و ثبات سیستم مالی است. مسئله رشد اقتصادی ارتباط میگیره با ادارات سکتوری دولت به اونا. در مورد لیلام اسعار که شما صحبت کردین به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی کشور، گفتم میشه که در سالهای گذشته حداقل این رقم زیاد بوده، نزدیک به 100 میلیون دلار در هفته، 80 تا 100 میلیون. اما حالا رقم دقیق چه هست؟ آنچه که بعضا گفتم میشه تا 30 میلیون دلار، این درست هست یا نه؟ بله. نزدیک به 100 میلیون. ما سطح لیلام های اسعار پایین آوردیم. ما ببینین ما ذخایر اسعاری کشور ما ذخایر استراتژیک کشور است. ما نمیتونیم که در غیر مسئولانه حرکت کنیم. به خاطر تثبیت نرخ برای چند روز محدود شما ذخایر اسعاری از دست بدید. یک پالیسی کاملا نادرست و غلط خواهد بود. شما رو میپرسن چقدر افغانستان تانسته که از سایر ابزارها و گزینه‌های به عبارت خلق پول در کشور استفاده بکنه، مثلا آنچه که اونا میگن پرداخت قرضه، اعطای اعتبارات بانکی و امثال اینها، تانسته از این روش‌ها به صورت بینه استفاده بکنه، آنچه که شما رو میگن چرخه طلایی خلق پول رو در افغانستان بتونه که به گردش بیاره. ببینید
وسایل مختلفی در اینجا وجود داره. در ارتباط قرضهای بانکی، در تمام کشورها قرضه بانکی چی وقت رشد میکنه؟ زمانی که سرمایه گذاری در کشور زیاد صورت بگیره، زمانی که سرمایه گذار به تولید زیاد کنه، درسهای مختلف بخواهی تولید کنه، این نیاز پیدا میکنه به سیالیت و این سیالیت خود باید مرفوع بسازه با گرفتن قرضه از بانک ها یا نقدینگی خود. مشکلی ما است که متاسفانه تاله بنا به شرایط سرمایه گذاری های وسیع اینجا وجود نداره یا از لحاظ تعداد خود که نام مراجعه کنه. ما با پالیسی که از یک سال یا کمتر گرفتیم چطور بتانیم نرخ تکتانه قرضه های بانک پایین بیاریم؟ ما باید عرض بکنم که بانک مرکزی این حق نداره که بانک ها را هدایت بده که شما نرخ تکتانتان باید چند باشه، اما وسایل را باید بگیره تا تشویق کنه تا نرخ تکتانه پایین بیاره. یکی از وسایلی که پیش ما بود پایین آوردن نرخ تکتانه اسناد بهادار بانک که یک وقت 18% بود و با 6 و 7 ما این را پایین آوردیم به کمتر در حدود 1%، و این باعث شد که بانک ها تلاش بکنن برای دادن قرضه به افغانی. و همه شما ممکن در اعلانات از طریق شما بیامده که دو بانک ما امین اکنون اینا آفر میتن قرضه های افغانی را به 7 و 7.5% و این 50% نرخ معمول مارکت است. این یک علامه بسیار خوب است و من تشویق میکنم تولید کننده داخلی را که از این فرصت طلایی استفاده بکنن و برن با بانک ها مراجعه کنن، قرضه های افغانی با شرایط خوب بگیرن. در شرایط ما دیگه از 7% پایین نمیتونه پایین بیاد. خب ولی همین قرضه و به علاوه اعتبارات آیا به اساس طرحهای اقتصادی و سیاست مالی قرض گیرنده برش داده میشه یا کماکان سیاسی است؟ نگرانی که بعضی ها دارن، مثلا بحران کابل بانک شاهد بودیم که همین بحث، آنچه که در بحران کابل بانک هم دیده شده این بوده که بیشتر از روی نفوذ اجتماعی، پایگاه اجتماعی، قدرت سیاسی و امثال اینها شماره معتقد به هستن. کاملا کابل بانک مسئلهش کاملا نلوده است و تجارب بسیار تلخ برای کشور متاسفانه بوده، برای کشور بیچاره ما بسیار قیمت تمام شد. با استفاده از او ما کنترل خود از بانک ها به نهایت شدید ساختیم، دقیق زیر مراقبت ما هست. مسئله کابل بانک واقعا یک منیجمنت فاسد غلط و دوم نفوذ سیاسی دونجا بوده. واقعا افراد زورمند، افرادی که توانایی سیاسی داشتن، قدرت سیاسی داشتن، قدرت مالی داشتن، از منابع استفاده کردن و منیجمنت بانک هم که از اونها آغشته و خلط شد، یک مافیای، یک گروپ مافیایی دست به هم دادن و تمام منابع رو بردن. این مطلب دیگر نیست. حال بانک های ما کاملا به اساس تحلیلی که از قرضه گیرنده داره. یک پرینسیپ در تمام دنیا هست که شما کسی قرضه میتین باید مطمئن شید که قرضه پس وصول میشه. بنان و معنی چیست؟ که شما شناخت درست از قرضه گیرنده داشته باشید و قرضه گیرنده واقعا دارای یک پلان یا بزنس پلان منظم و عملی باشه، نه اینکه فریبنده باشه. بنان آن معیار اساسی برای بانک ها اینمی هست و هر بانکی که از این تخطی بکنه کاملا با زیر تعذیرات قوی بانک مرکزی قرار میگیره. چون از کابل بانک یاد شد، لازم است در بخش اعتماد سازی هم صحبت شود. آیا دولت و به طب بانک مرکزی تانسته که بر کسانی که به عبارت سرمایه‌هایشان در بانک های خارجی است و بیرون از کشور بگونه حس مسئولیت سرمایه فراهم بکنه که اونا بیان سرمایه خود و پول خود انتقال بدن به بانک های داخلی، اینجا مسئولیت های بانک مرکزی چی هست و چقدر تانسته موفق بشه؟ ببینید، ما از زمان بعد از سقوط کابل بانک تصور میشد که بالکل اعتماد سر سیستم بانکی از بین رفته، اترام خوشبختانه نبوده. بعد از یکی دو سالی که قضیه گذشت ما می‌بینیم که هر سال در سپرده های مردم در سیستم بانکی رشد معینی وجود داره، 7%، 6%، بالا پایین. معنیش است که این اعتماد کاملا از بین نرفته، نه تنها از بین نرفته بلکه احیا شده دوباره. مسئله اینه که کسای افغانایی که در بیرون پول دارن و بیارن، ما فکر نمیکنم که افغان ها صرف به خاطر از اینکه در بانک ما پیسه خود بانه. اگر فضای اعتماد بر ازنا ایجاد شود و شرایط ایجاد شود، اونا بسیار بهترین منبع سرمایه گذاری در کشور هستن. اونا میتونن پول های خود در پروژه های مختلف سرمایه گذاری بکنن تا هم استخدام به وجود بیاد، هم تولید به وجود بیاد و هم اونا نفع خوبتر را به دست بیارن. تا وقتی که این فضا ایجاد نشه، مسئله ازی که اونا پول خود برن در حساب اوقات بانک ما بانن، این بسیار توقع چی نخواد بود، درست نخواد بود از اونا. توقع ما از اونا است که با پیشرفت و انکشاف شرایط امنیتی که بهبود حاصل کرده میره و
پلانایی که آل دولت برای تشویق سرمایه گذارا میگیرن از این با استفاده بکنن و بیارن برای کشور خود سرمایه گذاری کنن و منافع سرشاری به دست آورن. خب صحبت کردن که اعتماد اون گونه یک تصور میشد از میان نرفته و به گونه حالا وجود داره. اگر صحبت بکنین آیا حالا بانک های افغانستان با مشکل عدم نقدینگی یا کمبود پول نقد مواجه نیستن و به هر حال باز با تاکید اون خاطره تلخ بحران کابل بانک تاثیر نمانده که به هر حال برداشت های بانکی در کشور بیشتر شود تا اینکه مردم بیان پول خود بانک بیارن؟ تو علایم ما هیچ مشاهده نمی کنیم. بانک های ما از یک سیالیت یا نقدینگی فوق العاده برخوردار هستن، فوق العاده. مسئله ای که بانک ها یک بانک به مشکل مواجه میشه یک امر بسیار طبیعی در تمام دنیا، در بسیار کشورها در سال چندین بانک ورشکست میشه، یک امر بسیار طبیعی است. ما اتو علایم مشکل و بحران نقدینگی را قطعا ملاحظه نمی کنیم. امیال بانک های ما، شما فکر کنین بیشتر از 40 میلیارد تنها افغانی از اینا پیش در حساباتش از اینا در پیش بانک مرکزی است. 20 میلیارد هم مسئله کپیتال نوت یا اسناد بهادارشان است. این خودش سطح نقدینگی در کشور نشان میده. ما اتو مشکل را نداریم، ما امیدوار هستیم باید یک مشکل سر نخوریم. بسیار خب، در مورد رایج بودن پولای خارجی کماکان در داد و ستد و مبادلات تجارتی همونطور که در مقدمه عرض شد در سطوح مختلف در کشور کاربرد داره. یکی از نشست هایی که در 29 اوت 95 برگزار شده بود، شما در اونجا گفته بودین که شما نمیتونین دلار زدایی را با فرمان و روش خشن انجام بدین و اشاره کرده بودین که قبلا کمیته های برای ترویج پول افغانی ایجاد شده بود اما هیچ موثریتی هم نداشت و تا حدودی هم زمینه تانسته بودن که زمینه فساد هم فراهم بکنه، زمینه فساد فراهم شده بود. به اساس قانون بانک مرکزی آنچه اگر من اشتباه نکنم جرم هست استفاده از به حال در معاملات داخلی دادستد تجارتی از پولهای دیگی. حالا این وضعیت چگونه است و چه تلاش های ادامه داره؟ استفاده از پولهای کشورهای دیگه در کشور ایره در اقتصاد دلاری شدن اقتصاد میگن، زمین دلار باشه هر پول دیگه که باشه. در کشور ما متاسفانه وسیع نی وجود داره، هیچ شکل نیست، دلایل مختلف برش داره. اول بازم برای شما عرض میکنم مسئله اعتماد مردم است که مردم اعتماد بکنن به. دوم تجارت سرحدی که در طی سالها و دهها وجود داشته و مهاجرینی که دوباره از کشور آمدن، اینا بسیارشون در اونجا تولد شدن، بزرگ شدن، با فرهنگ از اونجا، با پول از اونجا، شناخت بیشتر دارن تا افغانی و اینا با خود آوردن این فرهنگ و این کلتور. شما اگر ببینیم زیادتر از در کشورهای در مناطق سرحدی افغانستان در شرق و در جنوب و جنوب غرب وجود داره. این یک پدیده نیست که تنها برای افغانستان باشه. مسئله دلاریزیشن یا دادریشن اقتصاد بسیاری کشورها وجود داره، خصوصا در کشورهای بعد از جنگ. این معموله. متاسفانه برای ما این واقعا باعث یک مشکل است. این مشکل شما چی وقت میتونید حل کنید؟ یک، که ما سطح تولید ما به حدی بره، بلند بره، که ما از این توازن بی‌توازنی تجارت خارجی خود تا حدودی برایم. دوم، واقعا یک امنیت نسبی و سرتاسری در کشور ایجاد شما. این خودش اعتماد سر پول افغانی شما زیاد بسازه و هیچ شکم نیست که ممکن همی استفاده از این در بعض مناطق یک پلان دشمن هم باشه. من این رد کرده نمیتونم که نباشه، ممکن باشه، اما زدودن ازی از بین بردن ازی به صورت قطع به اساس فرمان و به اساس ایجاد یک قانون و به اساس تحکم نمیتونه شده. شما اگر فردا اعلان بکنین که هیچ نوع پول خارجی در دادستان دیگه نمیتونه باشه و اگر باشه جرم است، معنیش ایست که شما از این پولهای بیارزش کشورهای همسایه ارزش شبلند میبرید. امیال هزار کلدار پاکستانی مثلا 595 است. اگر شما ایره منع کردین و شما سبا کلدار کس میگیره با زیر بهانه‌ای که غیر قانونی دیگه ما عمل غیر قانونی انجام میتم، مشکل است بریم بنان خی هزار به هزار. بنان شما خودتان باعث ازی شدین که یک پول به ارزش ارزش داره. خودتون لذت چه باید شما کمکان دام. شما بگم. شما فقط از یک طرف ما وسیع چی داریم؟ تبلیغات داریم در مناطق برودکاردهای ما هست، صحبت های اونجا جوره امری نزون ما. اصل اساسی چیزی یعنی مشکل مسئله خود امنیت کشور ما و قوی شدن اقتصاد. ولی چقدر
تأثیر گذاشته روی کاهش گردش پول افغانی و کم شدن تقاضا با پول افغانی که در نهایت ارزش پول افغانی روز تا روز کمتر شد؟ نه، ارزش ما پایین نشده. ما به شما شما عرض کردم که پول ما با تمام مشکلات که ما داریم با تناسبی که شورای همسایه ما با ارزش است. ما به شما روی شورای همسایه هم صحبت خواهیم کرد چون آمارهایی که میاداش دارم، ولی به هر حال از سال 2014 که 57 بود یک دلار آمریکایی در بدل پول افغانی، حالا مثلا نزدیک 70 افغانی است. شما سال 57 یا در هفته 500 میلیون دلار هم فروخته میشد در مارکت. ما مگر هفته 500 میلیون دلار بفروشیم در پنجاه میاریم، اما تا چی وقت نگاهش کرده میتونیم؟ و آیا ای از لحاظ اقتصاد یک متد صحیح هست؟ آیا ما این رو دوام داده میتونیم؟ ببینید هر پالیسی کاراییش وقت است که او مداومت داشته باشن و شما او رو بتونید دائم و برای طویل بدن. مسئله مداخله در مارکت عرضه اسعار 500 میلیون 400 میلیون در هفته، این فقط یک نسخه است که موقتی تاثیر خود داره، این علاج نمیکنه بلکه یک تسکین موقتی میده. ما کاملا مخالف از این هستم. ما باز عرض میکنم که ما نمیتونم ذخایر استراتژیک کشور مصرف برزی بکنم که برای چهار روز نرخ اسعار در یک جای نگاه کنم. میتونه غلط است. بانک مرکزی شما رو میپرسن که چرا قراردادهای خود کماکان به اسعار خارجی به ویژه دلار انجام میده یا معادل از این هم فکر نمیکنین که یک کار مشابه با افراد عادی باشه در دادستان تجارتی که کسایی که از پول های دیگه استفاده میکنن؟ ما بانک مرکزی کدام قرارداد که کس نداره که به دلار باشه یا چی باشه. ما تمام خریداری های ما یک به اساس قانون تدارکات میشه و دو به پول افغانی است. ما خریداری به دلار نداریم مگر اینکه کدام وقت چیز را از بیرون وارد کنیم. مسائلی که از بیرون وارد میشه شما وین داده نمیتونین. کوتاه واقع هم نشه. تمام قراردادهای بانک مرکزی در داخل برای خدمات و برای اجناس اینایی که مورد بحث است مطابق قانون صادرات با پول افغانی است. انتقال غیر قانونی دلار از افغانستان یا قاچاق پول از افغانستان به کشورهای دیگه، حالا چگونه است؟ بعضی وقتا اشاره می شد که کشورهای همسایه دست کم ایران و همونطور پاکستان نیازهای دلاری خودشان را از افغانستان مرفوع میکنن. گزارش هایی که مثلا در سال 2011 منتشر شده بود که صدها میلیون دلار تن از میدان هوایی بین المللی کابل بیرون شده بود، 3 میلیون دلار هم با مدارک جعلی مثلا در سال 2011. حالا چقدر جلوگیری میشه از این که پول بیرون کشور به ویژه دلار قاچاق نشه؟ ما بر عرض باید بکنم که مسئله قاچاق اثار صورت میگیره میاله. حدش کسته این کنه میتونه 1 میلیارد است، 1 میلیون از سال یا 100 میلیون، اما یک واقعیت است که وجود داره. از ولایت مختلفتان میره به کشورهای همسایه که اونا در مشکل و تعذیرات هستی میره. جلوگیری از قاچاق وظیفه بانک مرکزی نیست. ما وظیفه نداریم که مصالحات نگاه کنیم، ما وظیفه نداریم که در گمرکات بشیریم. این وظیفه ادارات دیگه است که من هم در تشویش دارم. ما امیدوار هستم که توجه به زیاد شود. اطلاعات پیش ما هم است که صورت میگیره و ما ادارات مختلف هم در جریان قرار داره و میفهمم که اونا هم در جریان هستن. ما امیدوار هستیم جریان بزی گرفته شده. یک نگرانی در مورد پول افغانی بحث اوورال اکسپتیبلیتی یا قبولیت سراسری پول هستی که افغانی بنوان اثار یک کشور مستقل در کشورهای دیگه هم از چلش برخوردار باشه و حتی برخی ها مقالات نوشتن و صحبت کردن که از شمار پول هاییست که کشورهای زیادی حتی کشورهای همسایه بنوان اثار کشور مستقل در کشور خودشان این پول را قبول ندارن. این درسته؟ ببینید پول های از لحاظ اقتصادی دور، یکی میگن که به اسلام fully convertible، یعنی کاملا یا به صورت مکمل قابل تبادله. این بسیار پول های محدود است، دلار است، یورو است، پوند استرلینگ است و اینا هست. حتی بسیار کشورهای دیگر پولیش در جهان دیگر دیگر باز چی نداره. شما میره اگر با خود یک میلیون کلدار هندی دارین و شما برین در اروپا، شما رو معامله کرده میتونین؟ هیچ بانک رو قبول نمیکنه هیچ کس. شما کلدار پاکستانی رو برین یا تومان ایرانی رو برین یا روبل روسی رو ببرین یا از کشورهای دیگه رو، به صورت قطع از این مزیت اونا برخوردار نیستن. معمولا کشورهای بسیار بزرگ که در تجارت جهانی حداقل 1% نقش داشته باشن، ما هنوز در سطحی نیستیم که ما از به اصطلاح قابل تبادله بودن پول کشور خود در تمام کشورهای جهانی حساب کنیم.
ما در او حالت هنوز نیست. ملت است که مقایسه با کشور همسایه میشه اراده. این چیز است. شما برتان گفتم که کدام کشور همسایه ما را پولش شما برین در یک کشور دیگه در اروپا میگیره که از ما را نمیگیره. از ما را نمیگیره، از نارم نمیگیره. بنون ما در او سطح نیستیم اصلا. و برای ما این ما برای ما مهم است که اگر ما بتانیم و شرایط تغییر بخوره که پول ما مورد قبول خود کشور ما قرار بگیره. امی دلاری بودن اقتصاد معنیش است که اقتصاد هنوز هم مورد اعتمادش نیست یا نمیگیره این پول. هر دلیلی که وجود داره. ما اولین موافقت ما یا وظیفه اصلی کشور، بانک مرکزی و سایر ارگانهایی خواهد بود که در طول یک زمان معین چطور افغانی را به حیث یک پول قابل قبول مورد اعتماد بین اتباعی خود و نفوس خود تبدیلش بکنیم. آیا برخی اوقات اتفاق افتاده که بانک مرکزی آنچه که مثلا روش های کاهش ارزش اسعار گفتن میشه خب یک روشش عمدی هست، شاید یکی از اهدافش افزایش صادرات باشه، کاهش واردات و همونطور از بین بردن کسر بیلانس تادیات. آیا اتفاق افتاده که چنین کاری را بکنه مثلا دولت افغانستان و بانک مرکزی به صورت عمدی دست بزنه به این که اسعار ارزشش، البته پول افغانی ارزشش پایین شد و در اهدافی که ممکن از دنبال شد مثل از اینکه صحبت کردیم افزایش صادرات مثلا به هیچ صورت؟ به خاطر اینکه ما دعا میکنم که روز برست صادرات ما بسطه که بانک مرکزی به خاطر تشویق صادرات درست؟ اینا پول زیاد را در مارکت ارزه کنن تا نرخش پایین بیاد. ما در او حالت نیستیم. بنان هیچ داله هیچ اقدامی نشده و روی دستم نیست که ما قصدن یا پلان داشته باشیم که ارزش افغانی در مارکت پایین بیاریم. ما یک کشور صادر کننده هنوز نیستیم، ما کشور وارد کننده هستیم. این پولیسی نیست. از منظر مبارزه با پولشویی یا تطهیر پول در افغانستان، با وجود اینکه قانون منع پولشویی در افغانستان سال 2014 تصویب شد، نافذ هم شد، گفتم بازم با وجود اینکه گفتم میشه که کماکان افغانستان مافیا، البته مافیا خارجی از افغانستان استفاده میکنن و باز بانک‌های افغانستان به عنوان فابریکه ها یا کارخانه های پولشویی در این سطح حالا هم انجام میشه یا نه؟ ما برای شما اگه اطمینان میتونم که قانون منع پولشویی و تمویل تروریسم در سیستم بانکی به بسیار قوتش تطبیق میشه. بانک ها مکلف هستن که هر نوع انتقالی که پول میکنن باید منبعش پیدا کنن و دلیل پیدا کنن که برای چی میره، واقعا برای واردات از کدام است و از کجا میره. دی هیچ شکی وجود داره و نه تنها که اونا برای ما راپور میده، هر دفعه ما حداقل اما بهترین بانک کشور هم سال یک مرتبه ما تفتیش میکنیم که تفتیش دو ماه سه ماه میگیره و تمام معاملاتشون رو میبینیم. جزئی ترین تخطی از مقررات و قانون پولشویی قابل تحمل برای بانک مرکزی نیست و جرایم سنگین، اخطارها و حتی برطرف کردن رؤسای بانک ها مطرح بحث است. ما تا حال شاهد دو چیزی نیستیم. اما این چک نیست. ببینید شما پولشویی نه تنها اینجا، بسیار بانک های بزرگ جهان هم از پیشان یا عمدن یا سهوان شده و جرایم بسیار سنگینی را پرداخته. ما در سیستم مالی کشور، سیستم بانکی کشور تا حدود زیاد هیچ شاهد نداریم، شواهدی وجود نداره که ما بگوییم که تو پولشویی صورت گرفته و حتی از بانک های دیگه هم اونا، اگر ما فیلتری بسیار خوب نداریم، بانک هایی که پول میگیرن اونا بسیار فیلتر خوب دارن. فضل خدا تعالی تو کیس اینو برای ما کنارت کرده باشه و گفته باشه کی است. تمام بانک های ما مجهز به تمام لستایی که از طرف ملل متحد و از طرف فاتف و اینا هست که اینا آدم های مشکوک یا چی هستن، همه بانک های ما در سیستم خود رو داره. هر معامله که به بیرون میکنن اول او رو در اون لست میبینن، فلتر میکنن که این کسا یا این کمپانی ها شامل اینی لست نباشه. نگرانی که بانک های دیگه داشتن، بانک های جانی، مثلا در سال 2014 شاهد بودیم که کامرس بانک دفتر خود افغانستان را بسته کرد و دیگه به عنوان یک کارسپاندینگ بانک یا یک بانک متناظر همکار بانک های افغانستان نماند، یا مثلا استندرد چارتر بانک که شعبه خود مسدود کرد و حتی همونطور گفته شد بانک افغانستان نزدیک بود که بلس سی آی اف تی اف وارد شد که تا هم چند پیش جلس خاکستری دست کم افغانستان شامل بود. به هر حال حالا این نگرانی ها هست و این بانک ها هم مطرح نیست و چه پیشرفت های صورت گرفته؟ آیا باز این بانک ها اعتماد میکنن که بیان در افغانستان باز دفتر باز بکنن؟ کامرس بانک هیچ وقت کدام برانچ در افغانستان نداشته، هیچ وقت. استندرد چارتر بانک داشت و اونا بنا به دلایل و پالیسی داخل خود
همکاری داشته کارسپاندنت بانکینگ استاندارد چارتر بانک برانچ خود داشت، اونا تصمیم گرفتن بر اساس پالیسی داخلی خود که بری موقتا کلوز کنن و اونا هم لایسنسشان به تعلیق در آمده، لایسنسشان کنسل و فسخ نشده، منان میتونه هر وقتی که پس بیاین بیاین. بانکای ما شک نیست که اکتداد بانکای ما روابط بانکی خود 4-5 سال 6 سال پیش از دست داد و اولین بانکی که روابط بانکی با اکثر از بانک‌ها را در افغانستان قطع کرد کامرس بانک بود. اما حال هم بانکای ما اقتداد زیادش با کامرس بانک رابط داره، بانک مرکزی داره، 3-4 بانک دیگه داره از بانکای خصوصی ما، با باستان در چارتر بانک داره، با سیتی بانک داره، اما اقتداد ما هنوز نداره. و این رابط یعنی حداقل دوباره احیا شده فعلا. خوب است بانکای دیگه ما مگر با کامرس بانک نداره، با بانکای دیگه دارن در ترکیه، در اسپانیا، در ایتالیا و میتونن معاملات با بانکای چین معاملات تا اینجا. اما اون رقمی که ما میخواییم که وسیع یک کارسپاندنت بانکینگ یا رابطه وسیع و گسترده بانکی با اجازه شما باشه متاسفانه نیست. ما با وجود از اینکه امیر خم شما پیشتر گفتین ما از لیست خاکستری فتف برآمدیم. لیست خاکستری فتف یک فاکتور است برای ایجاد کارسپاندنت بانکینگ. همه فاکتور همه عامل نیست. کل بانکای دنیا خبر داره که افغانستان دیگه در لیست خاکستری نیست. معنی است که دولت افغانستان، مقامات افغانستان مسائل پولشویی و مسائل تمیل توریسم بسیار قاطی میگیره، فساد قاطی میگیره. شما میبینید که چندین نفر میره در محکمه هستن، حبس شدن، کیسایی بوده که پولشان ضبط شده، با می خاطر مجلس برآمدیم. اما این یگانه عامل نیست. این کارسپاندنت بانکینگ رابطه بانکی یک رابطه دو جانبه است، بارتر است. بنان ما باید هر بانک ما تثبیت کنه برای بانک جانب مقابل که ما به تمام معیارهای قبول شده آل آراسته است و مجهز است. اگر این اعتماد به وجود نبره زمانگیر خود بود دادن رابطه بانکی. خب وقتی حرف از حفظ ثبات ارزش پول است و همونطور حرف از ثبات اقتصادی هست و حفظ این ثبات، این دوازیت مطرح میشه که افغانستان تا حال بازار سهام یا بازار پولی نداره. شما رو میگن که بدون وجود یک بازار سهام پویا مطرح شدن حرف های از این قبیل ممکن هست زیاد درست و قابل توجه نباشه. افغانستان شما رو کشوری است که تا حال بازار سهام نداره، به چه دلیل؟ ببینیم تنها افغانستان نیست، بسیار کشورهای دیگه نداره. ما هنوز آماده نیستیم برای این. شما تا در کشور ثبات سیاسی، اقتصادی و امنیتی نداشته باشه این مشکل است که شما اینو بیارید. شما اول اما تو کمپانی های بسیار بزرگی که اونا اسناد سهم خود در مارکت عرضه کنه وجود نداره تا حال. شما برای این باید قوانینش ایجاد کنید اول. تا اون قوانین نباشه که تا اون شما قانونمند بسازید، در غیر از اون میتونه این بازار تصنعی سهام یار ایجاد کردن خودش یک دام دیگه برای مردم باشه و یک جلکاری و فراد دیگه ایجاد بکنه. ما هنوز در اون حالت باید باشه، یک ضرورت است برای کشور. اما هر تصمیم اقتصادی، معرفی هر پدیده اقتصادی اگر در زمان و مکان درستش صورت نگیره مصیبت بار میاره. ذخیره ارزی در شهر فعلا در چه حد است؟ این آمار شاید مهم باشه برای شماره از مخاطبان و انصارهایی که بانک مرکزی در سال 1396 داشته، سال مالی 96 چقدر رو برآورده شده، کمتر یا حداقل اندازه‌ای که انصار میرفت؟ در ارتباط اهدافی که ما در سال 2017 یا 96 داشتیم، خوشبختانه 100% همش تکمیل شد. توافقاتی که با صندوق وجیب ملی داشتیم، جلسه اخیری که یک ماه قبل در باکو به خاطر بحث روی ازی که دولت افغانستان چقدر تانسته اما تعهدات رو خود داشته، پلانی که داشته تطبیق کنه، خوشبختانه در همه عرصه های مالی و بانکی 100% بود. یک خوشبختی است واقعا هم در بخش وزارت مالیه، بخش بودجه و هم بخش بانک مرکزی مکمل تطبیق شده. ذخیره اسعاری ما را که شما فرمودید چقدر، ذخیره ناخالص ما بیش از 8 میلیارد دلار است که معادل تقریبا 10.8 ماه ارزش واردات ما میشه، که از این لحاظ ما فکر میکنم ما در حالت بسیار دمی مشکلات در تاپ قرار داریم، زیاد پیش هستیم، حالت خوب قرار داریم مکمل. سوالی که نزد مردم هست، بانک های دولتی افغانستان
با وجود از اینکه پشوانه دولت را دارن و هم تو سرمایه بسیار خوب هم دارن، آیا تانستن دست کم در این 1.5 دهه پسین که شاید رشد بانک ها بودیم، شاید توسعه هم بودیم در موارد، به عنوان رقبای بانک های خصوصی در کشور و سکتور خصوصی عمل بکنن و حتی بهتر از او و الگوی در حوزه باشن بانک داری؟ متاسفانه نه. بانک های دولتی ما مشکلات خود دارن زیاد. مشکلات از لحاظ پرسنل و کادر پرسنل، یک مشکلات در مدیریت داشتن، حال مدیریت ها تغییر کرده. یکی از بانک های پشتنی بانک تا 2-3 سال پیش تقریبا صفر بود سرمایش، حال سرمایش از حد مقرراتی بالاست. این چیز کابل بانک نو، اینا تا 2 سال قبل و صفر سرمایه کار میکرد، حال سرمایشان بالاتر از حد مقرراتی است. بنان یک رشد مناسب است، اما هنوز هم به نظر ما بانک های دولتی کار بسیار زیاد کار داره تا بتونه به یک رقیب در برابر بانک های خصوصی قرار بگیره. در این اواخر وزارت مالیه به همکاری بانک جهانی کار کردن سر استراتژی بانک های دولتی که او اپروف شده، یعنی تصویب شده در شورای عالی اقتصادی، هم بانک مرکزی هم با او توافق داره و آل میره به طرف تطبیقش که وزارت مالیه به حیث سهمدار اصلی بانک های دولتی او را باید تطبیق بکنه. ما مطمئن هستم با تطبیق از او که ممکن الا سه ساله بگیره این بانک های دولتی ما کاملا تغییر خواهد کرد از این حالت نو، از این حالت موجود، از هر لحاظ، از لحاظ کور بانکینگ خود، از لحاظ منیجمنت خود، از لحاظ اداره، از لحاظ سبک فعالیت و از لحاظ از اینکه چطور بتونه نیازمندی مردم مرفوع کنه. در مورد طرح یکی سازی پشتنی بانک و موتور بانک ملی افغان در گذشته صحبت میشد که هرچند این تایید نشده بود و به هر حال به ویژه در اواخر سال 2015 از این حرف بیشتر بود. حالا مردم میپرسن که اگر این طرح بود به چه دلیل و حالا چرا نشد مثلا چون یک کاری؟ ببینید مرج کردن بانک ها یا یک جای شدن بانک ها یک اساس بسیار جهان میشه. اما مهم است که شما چی رکت چی یک جای میکنید. شما اول وضعی بانک ها رو به نحوی تغییر بدین که آماده برای یک جا شدن شود. شما یک چیز یک پدیده بسیار خراب و ضعیفه که یک پدیده نسبتا خوب یک جای کنین، امی خوبم خراب بسازین. بنابراین شما باید اون رو در یک حالت در سطح بالا بیارین که آماده برای یک جای شدن شود. اینمی تطبیق پلان استراتژی نوی که من عرض کردم، این تطبیقش باعث خواهد شد که اگر فردا 3 سال بعد دولت تصمیم بگیره که بانک های خود یکیش مرج کنه که دیگه موقع مناسب اون خواهد بود. دیروز هم اگر تر همه شد موقع مناسب نبود، غلط بود. آره، اگر ترش کنید قبل از تطبیق استراتژی ممکن نتیجه معکوس و منفی بده. بنان بگذارین که استراتژی که تدوین شده این تطبیق شده تا وضع بانک ها را تغییر بده، برای آماده برای ازی بسازش که اگر قرار ای باشه پالیسی دولت و بایست سهمدارش که یک جای کنه دو تایش یا یکیشه تصمیم. بس کم حالا بانوان یک برنامه مطرح نیست. بله، میدونیم که ما در افغانستان شاهد ایجاد بانک های تخصصی هم بودیم، مثلا بانکی که به نام بانک برهنی و تعمیراتی بود وزارت فایده آمد سال 1324 ایجاد شده بود، اولین بانک تخصصی. به تعقیب از او بانک های دیگه هم ایجاد شد، مثلا بانک زراعتی و همونطور همسال اینها صنعتی و اینا، بانک انکشاف صادرات که سال 55 مثلا ایجاد شد. حالا نداریم اتفاقا چون بانک های، به چه دلیل وای به صورت به راه یا به مسیر یا به طرف تخصصی شدن خوب نیست بانک ها برن؟ ما برای شما عرض کنم که اول یک چیز بگویم که بانک مرکزی بانک ایجاد نمی کنه، بلکه ایجاد بانک منظور یارد می کنه. بنابراین وظیفه ما نیست ما بگویم بانک های اختصاصی ایجاد شده نشده. این بر بخش های سکتور های اختصاصی تعلق داره که ایره تثبیت کنه که بانک ضرورت است. ما چقدر صنعت داریم ضرورت است، بانک زراعتی ضرورت است، با کدام پرسنل، با کدام سرمایه. اگر فردا برای بانک مرکزی درخواست ایجاد یک بانک تخصصی بیاید و او تمام معیارهایی که بانک مرکزی پیش خود داره را پورا کنه از هر لحاظ، ما شک نداریم که ما تصویب خواهد کردیم. مگر و اگر نباشه دیگه درست نبود معیارش، ما ردش میکنیم.
اما ایجاد بانک وظیفه بانک مرکزی نیست. بسیار خب، خیلی کوتاه در پایان اگر در مورد خب رشد اقتصادی سال 2017 و اساس آمارهایی که به شما در اختیار دارین، هرچند قبلبری هم صحبت شده صحبت بکنین، و در ضمن یک پیش بینی که به تازگی از سوی صندوق بین المللی پول در مورد سال 2018 و 2019 منتشر شده بود، ما دو پیش بینی خواندم که بر اساس آنچه که صندوق بین المللی پول میگه در سال 2018 ما شاهد رشد اقتصادی 4% خواهیم بود، در سال 2019 3.6 که ای به مراتب حداقل از کشورهای همسایه ما کمتر هست، مثلا از ایران، پاکستان، ترکمنستان و تاجیکستان که هر کدام به مراتب 4.8 و 5.5 و اینا دارن. آنچه که بانک مرکزی هم پیش بینی میکنه چین خود پیش بینی ها با صندوق بین المللی بسیار تفاوت نداره. ما هم در حدود چی هستیم، موافق هستیم که همه تو خواهد بود. بله. اگر عوامل مثل سال 2017 باشه 18 یا خواهد بود. ببینید، ما برای افغانستان اگر بخوایم به طرف یک رشد درست بریم، ما به سطح رشد سالانه 6-9% ضرورت داریم. اگر ما 6-9% برای چند سال پیش بریم، ما ممکن بتاند که فقر در کشور از بین بره. با رشد 2-2.5% و 3% شما نمیتونید فقر از بین برید. اما واقعیت‌های جامعه میست، کارهایی که آن صورت گرفته، من مطمئن هستم بسیاری پروژه ها تاثیر خود همون سال نمیگذاره. تاثیرات از این پروژه ها سر رشد اقتصادی 2-3 سال بعد محسوس میشه و خود نمایان میکنه. این پروژه های برق، پروژه های آب، پروژه تاپی، اینا رو شما در سال 2019 و 20 خواهید دیدین که تاثیرات خود سر رشد اقتصادی میذاره. تورم چیه؟ در همین گزارش گفته میشه که در سال 2018 ما شاهد میزان تورم 6 خواهیم بود، 6%، و سال 2019 این میره به طرف 6.4. ما پیش بینی ما احتمالاً الا 5% انفلاسیون خواهد بود. الا 5%. و اگر در سال 2019 و 20 و اینا سطح رشد بالا بره، یکی از مشخصه های رشد است که انفلاسیون با خود داشته می باشه. و هیچ رشد بی انفلاسیون نیست. و اون انفلاسیون خطرناک هم نیست که توأم با رشد باشه. بنابراین اگر در سالهای بعدی رشد اقتصادی هم به 6-7% برسه و ما انفلاسیون 5% یا داشته باشیم، این قابل قبول است. و یک ساین و یک علامه بد نیست، علامه خوب. مثلا بانون پرسش پایانی، وقتی که اعلام شد تورم 3.7 بوده سال 96، یک موردی که شما اشاره کرده بودین مثلا گفتین 3.4 بوده، در ایران گفتن که بالاتر از 15% بوده که مثلا از او خوبتر است وضع ما، و در پاکستان مثلا بین 7-9. آمارهایی که رسانه ها منتشر کردن با استفاده از منابع رسمی مثلا بانک مرکزی ایران، گفته شده که در سال 96 8.4 نرخ یا میزان تورم در ایران بوده، مثلا یا در پاکستان گفته شده که 3.97. باز مردم فکر کنید شما که اگر امیر خان باشه ایران دو برابر ماست، 8.4 و 3.4. ولی برحال 15 نه، 15 ممکن ماست سر چی بوده باشه، حرف ما سر تنزیل ارزش اسعارشان، نه سر اینفلاسیون. دو چیز است، پایین آمدن ارزش اسعار و اینفلاسیون حتما یک چیز نیست، دو پدیده علایده است. اما اینفلاسیون از نوع امر 3.97 پاکستان بالاتر از 3.4 است، درست؟ اما اگر شما ببینید در دو ماه اخیر تقریبا ارزش پول پاکستان در برابر دلار 4.4% پایین آمد. سپاسگزار از شما آقای خلیل صدیق، رئیس در افغانستان بانک، بانک مرکزی افغانستان، از اینکه فرصت رو در اختیار ما قرار داده. و از همه بیننده های تلویزیونی یک هم سپاسگزار هستیم که بیننده این گفتگوی ویژه بودید. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.